درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و امروز میخوام راجع به ام صحبت کنم در این ویدیو به علت علائم تشخیص درمان و مواد غذایی که برای ام بدن و خوبن میپردازم حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش چون مطالبی که در این ویدیو مطرح میکنم واقعا مهمن مولتیپل اسکلروزیس یا ام این یه بیماری مزمنه که سیستم عصبی مرکزی رو درگیر میکنه. سیستم ایمنی به مایولین که لایه محافظ اطراف رشته های عصبی حمله میکنه و باعث التهاب میشه. این امر ارسال سیگنال به بدن توسط مغز رو سخت میکنه. علت تصور میشه که علت اصلی حمله سیستم ایمنی بدنه و همین ویروس ها هم باعث التهاب و تجزیه این مایولین میشن. همچنین باکتری هایی که اجزای مشابهی با سلول های مغزی دارن باعث میشن تا سیستم ایمنی بدن سلول های طبیعی مغز رو خارجی بدونه و بهشون حمله کنه. پس ممکنه محرک های مثل ویروس و باکتری هم در آغاز این بیماری دخیل باشن. این ویروس ها شامل ویروس های سرخک، ویروس تبخال انسانی تایپ 6 و ویروس اپستاین بار بیماری MS ارسی نیستش اما داشتن پدر یا مادر خواهر یا برادر مبتلا به ام خطر ابتلای شما رو کمی افزایش میده اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما برای ویدیوهای بیشتر چنل دکتر شوبه رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا هرگز ویدیوهای جدیدی که میذارم و مطمئنا برای خودت و خانواده عزیزت مفیدن رو از دست ندی و بتونی به رایگان ویزیت بشی علائم علائم این بیماری ممکنه سال به سال، ماه به ماه و حتی روز به روز از نظر شدت تغییر کنه. دو مورد از علائم رایج خستگی و دشواری در راه رفتنه. حدود 80 درصد افراد مبتلا به MS بیحالی شدید دارن این بیحالی و خستگی واقعا ناتوان کننده است و در توانایی انجام کارهای روزمره شون تأثیر میذاره علائم اصلی این بیماری شامل بیهستی در پاها مشکل حفظ تعادل ضعف ازولانی اختلال عملکرد مسانه اختلال در بینایی لرزش مسائل شناختی شامل تمرکز حافظه و اختلالات گفتاریه برای افرادی که ممکن شک داشته باشن ام اس دارن علائم اولیه این بیماری شامل شماره یک بیهستی و سوزن سوزن شدن که بر روی بازوها، پاها و یا یک طرف صورت شما ایجاد بشه این احساس شبیه سوزن سوزن شدن در پای خواب رفته است اما در ام بدون دلیل مشخصی رخ میده شماره دو تعادل ناهموار و ضعف در پاها شماره 3 دید دوگانه تاری دید در یک چشم همراه با درد چشمی دقت داشته باش که این علائم میتونن دلایل مختلفی هم داشته باشن پس حتی اگر این علائم رو داشته باشی لزوما به این معنا نیستش که به ام مبتلا شدی تشخیص شما در ابتدا نیاز به معاینه عصبی داری و بعدش برات یه سری آزمایشات نوشته میشه که این آزمایشات شامل آزمایش خون، امارای مغزی، اس‌سی‌تی یا توموگرافی انسجام نوری، لامبر پانکشر یا نمونه برداری مایع مغزی نخایی و پی یا آزمایش پتانسیل برانگیخت است. اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن با این کارت به خیلی ها کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه درمان درمان به نوع MS بستگی داره یعنی انواع مختلفی از MS وجود دارن که شامل نوع اول CIS یا سندروم ایزوله بالینی نوع دوم RRMS یا MS اوت کننده و بهبود یابنده نوع سوم PPMS یا MS پیشرونده اولیه نوع چهارم SPMS یا MS پیشرونده ثانویه گزینه های درمانی درمان های تعدیل کننده بیماری یا DMT که برای کاهش سرعت پیشرفت بیماری استفاده میشن شماره یک داروهای خودتزریقی مثل گلات ریمر، استیت، و بیتا اینترفرونس که برای آر استفاده میشن لیست این داروها شامل ایونکس بتازرون اکس پلگریدی و ریبف شماره دو داروهای خوراکی برای آر آر ام اس دایمتیل فیومریت فینگولیماد تریفلانوماید کلادریباین دیراکسیمل فیوموریت و سیپانومات شماره 3 درمان های تزریقی ررمس آلمتوزومب، ناتالیزومب و مایتاکسن ترون داروی دیگری به نام اوزنیماد اخیرا برای درمان سیایس، RRMS و SPMs تایید شده از اونجا که MS برای همه متفاوت درمان به علائم خاص خود شما بستگی داره داروهای MS مناسب هر فردی نیستند و باید با پزشک خودتون در مورد مناسبترین دارو خطرات و فوایدش هم صحبت کنید خب حالا بریم سر اصل مطلب یعنی لیست مواد غذایی که برای شما مفیدن همه میوهها و سبزیجات تازه همه غلات مخصوصا جوی سر همه مغزها و دانه ها چربی های سالم مثل روغن زیتون و آووکادو آب و چای های گیاهی همه گیاهان و ادویه جات تازه لیست مواد غذایی که برای شما مضرن سوسیس کالباس گوشت های کنسرو شده و گوشت های نمکی و دودی کربوهیدرات های تصفیه شده مثل نان سفید ماکارونی و بیسکویت غذاهای سرخ شده مثل سیب زمینی سرخ کرده مرغ سخاری و سرخ شده و پیراشکی چیپس سیب زمینی و غذاهای منجمد شده هم مضرن اسیدهای چرب ترانس مثل روغنهای گیاهی مارگارین و از این قبیل نوشیدنی های شیرین شده با شکر مثل نوشیدنی های انرژیزا نوشابه و حتی چای شیرین و در آخر الکل سپاسگزارم ازت که این ویدیو رو لایک کردی حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرمند بشی دوستتون دارم مراقب همدیگه باشین عزیزای دلم بدرود